نتایج این نشست برای هر دو جانب خوشایند است، هم ناتو و هم دولت افغانستان. در همین نشست که روز جمعه در تالین مرکز استونیا برگزار شد، ناتو به توافق دست یافت و اکنون دولت افغانستان از آن استقبال کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو توافق کردند تا مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به خود این کشور واگذار شود. دولت افغانستان از اقدامی که ناتو روی دست گرفته است استقبال کرده است. وزارت دفاع در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، تصمیم ناتو را یکی از اصلی ترین خواستهای افغانستان عنوان کرده است. اما شماری از کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان میگویند این اقدام بدون برنامه‌ریزی دقیق پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. هر توافق از خود یک میکانیزم کار داره. میکنیم روی کدام میکانیزم، با چی رقم یک قوه، قوه که آماده باشه یا نباشه، قوه که تسلیح شده باشه، تجهیز شده باشه، از نقطه نظر کمیت و کیفیت امو آمادگی ها را حاصل کرده باشه که مسئولیت ها را برداره، یعنی یا در یک خلا مندازیمشان. امیدوار هستم که توافقنامه‌شان شامل چنین شرایطی باشند که در کدام قید زمان و به چی رقم نیروهای امنیتی با کدام آمادگیهایی که اینا حاضر هستند نیروهای امنیتی افغانستان بتن مسئولیت‌ها را بسپارند، هر قدر زودتر در اینجا اقدام کنند که افغان‌ها با پای بیسته، من یقین دارم که در افغانستان امنیت آمده نیست. با آنکه ناتو توافق کرده است تا مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای افغانستان واگذار کند، اما از زمان مشخصی در این زمینه نام برده نشده است. با باور ناتو، روند انتقال مسئولیت امنیت به دولت افغانستان آنگاه ممکن است که افزایش و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در اولویت قرار داده شود. در داخل کشور نیز تحلیل‌ها بر این استوار است که در حال حاضر نیروهای امنیتی دولت این توانایی را ندارند. از هر من شمس است. نیروی کنونی افغانستان توانمندی آوردن امنیت به شکل مستقرانه ندارد. از چرا ندارد؟ از آنجایی که در 9 سال عادت کرده که باید اتکا کنه به دیگران. در بیانیه وزارت دفاع نیز آمده است که نهایی شدن این دوند بین 4 تا 5 سال زمان نیاز دارد. نیاز به این ظرف زمانی چیزی است که پیش از این هم از طرف وزارت دفاع ملی عنوان شده بود. علاوه بر این، وزارت دفاع با توجه بیشتر جامعه جهانی در عرصه آموزش و افزایش نیروهای امنیتی دولت تاکید کرده است.